درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 20 دسامبر 2023 میلادی برابر است با 29 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. بامداد امروز چهارشنبه 29 آذر ماه حکم اعدام سمیرا سبزیان، یکی از قربانیان کودک همسری که در 15 سالگی ازدواج کرده و در 19 سالگی همسر خود را به قتل رسانده بود، در زندان قرچک تهران اجرا شد. روز 27 آذر ماه سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این زن جوان که یک هفته قبل به تعویق افتاده بود هشدار داد. سمیرا سبزیان از قربانیان کودک همسری است که در روزهای گذشته یک نوبت برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قرچک منتقل شده بود، اما با واکنش‌های جمعی این حکم موقتا متوقف شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران پیشتر هشدار داده بود و گفته بود که حکومت تلاش می‌کند با بازگرداندن زندانیان محکوم به اعدام از سلول انفرادی به بند عمومی از حساسیت‌ها در مورد اجرای حکم آنها بکاهد و سپس آن را به اجرا بگذارد. بنا به گزارش‌های رسیده از ایران، کیفرخواست ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده توسط شعبه 11 دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر شده است. بر اساس کیفرخواست صادره، ماشاءالله کرمی به 5 فقره اتهام شامل عضویت در دستجات و جمعیت به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری متهم شده است. این پدر دادخواه از تاریخ 31 مرداد با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده است. پیشتر برخی منابع خبری از تعیین وثیقه سنگین 7 میلیارد تومانی برای آزادی موقت ماشاءالله کرمی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی خبر داده بودند. این در حالی است که خانواده کرمی توان مالی برای تأمین چنین هزینه‌ای را ندارند. ماشاءالله کرمی کارگر دست فروشی است که فرزندش محمد مهدی کرمی در تاریخ 17 دی ماه سال 1401 در پرونده روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در مراسم 40 حدیث نجفی، اعدام شد. شبکه شرق از صدور حکم 6 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری برای سارا معصومی روزنامه نگار خبر داد. به گفته وکیل پرونده، مصداق عنوان اتهامی او گزارش ضابطان و نشر یک توییت درباره آرمیتا گرامند است. دادگاه انقلاب حکم سارا معصومی را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع صادر کرده است. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، به شبکه شرق گفت پرونده سارا معصومی در حالی به دادگاه انقلاب ارجاع شد که بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران با اعلام جرم دادستان بعد از قتل حکومتی آرمیتا گراوند کارشان به دادسرا کشیده شده بود. به گفته او، برای برخی از روزنامه‌نگاران در نمونه‌های مشابه قرار تعلیق تعقیب صادر شد، اما پرونده معصومی به شعبه 26 دادگاه انقلاب رفت. کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان امروز چهارشنبه 29 آذر ماه بار دیگر تجمع و اعتصاب کردند. روز سه‌شنبه هم کارکنان شرکت نفت فلات قاره در سکتکوی بهرگانسر اعتصاب کرده بودند. حذف کامل سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی و اعادت کسورات مازاد مالیات از جمله خواسته های این افراد است. کارکنان رسمی وزارت نفت همچنین خواستار اجرای کامل ماده 10 و پرداخت بک پی و عدم دسترازی به صندوق بازنشستگی کارکنان شدند. روزنامه آلمانی اشپیگل گزارش داد که یافته‌های مقامات قضایی آلمان نشان می‌دهد که عوامل وابسته به نظام جمهوری اسلامی در طراحی و برنامه‌ریزی برای آتش‌سوزی عمدی کنیسه یهودیان شهر بوخوم مشارکت داشتند. به همین سبب روز سه‌شنبه وزارت خارجه آلمان کاردار ایران در برلین را احضار کرد. این احضار بعد از تایید حکم مرد 36 ساله ایرانی آلمانی که در دادگاه عالی منطقه دوسلدورف آلمان محاکمه می‌شد صورت گرفت. دادگاه دوسلدورف مردی که با عنوان بابک جی در رسانه‌ها معرفی شده را برای قصد انجام آتش‌سوزی عمدی در یک مرکز یهودیان در بوخوم
مجرم شناخت و او را به 2 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد. بر اساس پیامی که در حساب کاربری رسمی وزارت خارجه آلمان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این وزارتخانه هر گونه تهدید علیه زندگی یهودیان در آلمان را غیر قابل تحمل خوانده و نوشته است که ما هیچ نوع خشونت توسط عامل خارجی را تحمل نخواهیم کرد. این وزارتخانه همچنین نوشته که دلایل اقامه شده از سوی دادگاه برای صدور این حکم در تعیین عواقب و برداشتن گام‌های بعدی از جمله در سطح اتحادیه اروپا مهم است. احمد اوسانلو رئیس سازمان تعذیرات حکومتی اعلام کرد که علی‌رغم وجود ده‌ها شکایت علیه چای دبش، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز می‌شده است. اوسانلو روز چهارشنبه گفت بررسی‌های انجام شده درباره فساد گسترده در پرونده واردات چای موسوم به پرونده چای دبش نشان می‌دهد که این شرکت در سال 98 در شعبه یکی از بانک‌ها در استان‌ها 50 شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته، اما با این حال باز هم ارز دریافت می‌کرده است. به گفته یه رئیس سازمان تعذیرات حکومتی، دلیل به وجود آمدن چنین فسادی این است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است. ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرافیه در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال 1403 هشدار داد در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، فسادهایی مانند پرونده چای دبش باز هم تکرار خواهد شد. رانگان اشمان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کند. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت.
توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. 30 جشنواره و مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین‌المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار آن شدند که جمهوری اسلامی با لغو اتهامات وارده به بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم، فیلمسازان ایرانی حکم ممنوعیت خروج آنها از کشور را لغو کند. در این نامه با اشاره به اهمیت اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی آمده است که مقامات ایران باید به آزار و اذیت بیرحمانه علیه فیلمسازان، نویسندگان، هنرمندان، آهنگسازان و همه کسانی که از آرزوها و رؤیاهای خود برای مردم ایران میگویند پایان بدهد. امضا کنندگان این نامه موفقیت‌های بین‌المللی بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم با فیلم قصیده گاو سفید را یادآوری و اعلام کردند که این زوج در ایران به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. آنها به فیلم جدید صنایع‌ها و مقدم با نام کیک محبوب من اشاره کرده و گفتند وقتی آنها برای انجام مراحل فنی این فیلم قصد سفر به پاریس را داشتند، در تهران گذرنامه‌های آنها ضبط شده است. اساس این گزارش همچنین همه فیلم‌های ساخته شده برای این اثر سینمایی ضبط شده و آنها منتظر محاکمه هستند. در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال امضای یک توافق آتش بس دیگر میان حماس و اسرائیل، خبرگزاری‌ها می‌گویند که اسماعیل هانیه رهبر حماس به مصر سفر کرده است. هنیه که معمولاً در قطر اقامت دارد آخرین بار اواسط آبان و پیش از اعلام تنها توافق آتش بس در جنگ جاری غزه به مصر سفر کرده بود. یک منبع آگاه از مذاکرات گفته است که فرستادگان طرفین درگیر در حال بحث و گفتگو درباره این بودند که کدام یک از گروگان‌هایی که هنوز ستیزه جویان در غزه نگه داشتند می توانند بر اساس یک توافقنامه آتش بس جدید آزاد شوند و اسرائیل در ازای آن چه زندانی‌هایی را ممکن است آزاد کند. این منبع گفت اسرائیل اصرار دارد تمامی زنان و مردان گروگان در غزه که از نظر جسمی و روانی دچار مشکل و ضعف هستند آزاد شوند. فلسطینی‌های محکوم به جرایم جدی هم ممکن است در فهرست زندانیانی باشند که آزاد می‌شوند. این منبع که نخواست نامش فاش شود مذاکرات را فشرده خواند و گفت که ممکن است تا یه چند روز آینده پیشرفتی حاصل شود. از سوی دیگر رسانه‌های فلسطینی امروز چهارشنبه گزارش دادند که ارتش اسرائیل منطقه جابالیا را هدف حملات سنگین هوایی قرار داده است. این در حالی است که ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه از کنترل کامل خود بر این منطقه در شمال این باریکه خبر داده بود. بر اساس این گزارش نظامیان اسرائیل هنوز وارد بخش‌هایی از شهر غزه نشده و همزمان مجبور هستند که برای تکمیل کنترل خود بر محله‌های مانند رمال در این شهر عملیات را دنبال کنند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که 56 باب ساختمان را در محله شجاعیه در شرق شهر غزه ویران کرده است. ارتش این ساختمان‌ها را اماکنی توصیف کرده که در روزهای اخیر محل درگیری‌های سخت و تن به تن بین نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بوده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک مرد فلسطینی زمانی که صبح چهارشنبه در صدد برآمد با خودروی گروهی از اسرائیلی‌ها را در شهرک کریات اربع در نزدیکی اورشلیم زیر بگیرد از سوی نیروهای اسرائیلی خونسا شد. اصطلاح خونسا شدن در فضای امنیتی اسرائیل به معنی کشته شدن مهاجم است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش در این تلاش تروریستی آسیبی ندیدند. در خبر دیگر حزب الله لبنان امروز چهارشنبه اعلام کرد که شمار کشته‌هایش در عملیات در برابر اسرائیل به 117 تن افزایش یافته است. این سازمان افزود دو عضو آن در آخرین درگیری در بامداد این روز با ارتش اسرائیل کشته شدند و آن دو را شهدای دیگری از کاروان شهدای الاقصا نامید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برگزاری سومین جلسه دادگاه یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا که در ایران زندانی است، با اتهام افساد فل عرض خبر داد. این دادگاه درست یک روز بعد از اعلام رأی دادگاه تجدید نظر سوئد و تایید حکم حبس ابد حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 برگزار شده است. مواد قانونی که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز چهارشنبه به آنها اشاره کرده روشن می‌کند که این شهروند اروپایی با اتهاماتی همچون مفسد فی الارض، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل مواجه است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند مجازات مرگ برای او به دنبال داشته باشد.
در پی صدور حکم دادگاه عالی کلرادو مبنی بر حذف نام دونالد ترامپ از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این ایالت، سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه این اقدام دادگاه را غیر دموکراتیک خواند. استیون چانگ گفت این حکم پشتوانه است برای تلاش یک گروه چپگرا جهت دخالت در انتخابات به نفع جو بایدن. سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ افزود این حکم قابل پیش بینی بود، چرا که دیوان عالی کلرادو به طور کامل از قضات منصوب شده توسط دموکرات‌ها تشکیل شده و همین قضات علیه رئیس جمهوری ترامپ حکم صادر کردند. و همچنین با بیان اینکه این قضات با حذف نام دونالد ترامپ از برگه رأی، حق رأی دهندگان کلرادو برای انتخاب نامزد مورد نظر خود را از آنها سلب کردند، مدعی شد که رهبران حزب دموکرات به دلیل پیشتازی چشمگیر بر روزافزون ترامپ در نظرسنجی‌ها درمانده شده و از آنجایی که اعتماد خود را به دولت جو بایدن از دست داده‌اند، شدیداً تلاش می‌کنند تا مانع از آن شوند که رأی دهندگان آمریکایی آنها را در نوامبر آینده از قدرت خلع کنند. سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در پایان گفت ما به سرعت به دیوان عالی ایالات متحده اعتراض خواهیم کرد و درخواست همزمان برای توقف این تصمیم عمیقا غیر دموکراتیک را ارائه خواهیم داد. ما کاملا مطمئن هستیم که دیوان عالی ایالات متحده به سرعت به نفع ما رأی داده و به این دعاوی‌های غیر اصولی پایان خواهد بخشید. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه شبکه‌ای از 10 نهاد و 4 شخص حقیقی که با تولید و تأمین قطعات برای پهپادهای تهاجمی ایران ارتباط مستقیم دارند اعلام کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این شبکه در ایران، مالزی، اندونزی و هنگ کنگ فعال است و تهیه قطعاتی بارزش صدها هزار دلار را برای سازمان جهاد خودکفایی وابسته به نیروی هوافضای سپاه پاسداران و برنامه پهپادیش بر عهده دارد. در این بیانیه آمده که تولید غیرقانونی و تکثیر هواپیماهای بدون سرنشین مرگبار ایران و تحویل آنها به نیروهای نیابتی خود و همچنین روسیه تنش‌ها را افزایش داده، درگیری‌ها را طولانی کرده و ثبات را به خطر انداخته است. حسین هاتفی اردکانی که رئیس هیئت مدیره شرکت کاوان الکترونیک معرفی شده، همراه با مهدی دخانی محمد آبادی مدیرعامل این شرکت و غلامرضا ابراهیم‌زاده اردکانی در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. بلندگان عشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه‌ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. یک روز بعد از تصویب قانون جدید و سختگیرانه مهاجرت در پارلمان فرانسه، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و اتحادیه‌های فرانسوی با محکوم کردن این قانون آن را نمادی از سوق یافتن دولت به سمت سیاست‌های حزب راست افراطی ارزیابی کردند. سنا و پارلمان فرانسه شامگاه سه‌شنبه این لایحه را که پیشتر رد شده بود و در یک کمیسیون مشترک پارلمان و سنا تغییر یافت، تصویب کردند. در تغییراتی که در این قانون صورت گرفت، اغلب اصلاحات مورد نظر جناح راست فرانسه انجام شد. بر اساس قانون جدید، از کمک‌های دولتی به مهاجران کاسته خواهد شد. یکی از بحث برانگیزترین مواد مسببه تمایز بین خارجی‌های شاغل و بیکار برای برخورداری از مزایای اجتماعی مانند کمک هزینه خانواده است. سخت‌تر شدن شرایط پذیرش دانشجویان خارجی، پیوستن اعضای خانواده‌های مهاجر به آنها، سلب تابعیت دو ملیتی‌ها در صورت ارتکاب قتل و حذف کمک‌های پزشکی به متقاضیان پناهندگی از موارد قانون جدید است. وزیر بهداشت فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به تصویب این قانون از مقام خود کناره‌گیری کرد. از سوی دیگر، دولت‌های اروپایی روز چهارشنبه با بازنگری در سیاست‌های پناهندگی خود مقرر کردند برای کنترل بیشتر پدیده مهاجرت غیرقانونی، تعداد مراکز بازداشت در مرز را بیشتر کرده و پناهندگان رد شده را سریع‌تر از مرزهای خود اخراج کنند. این تصمیم بلافاصله با انتقاد سازمان‌های فعال در حوزه پناهندگی روبرو شد. آنها این تغییرات توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خطرناک و ظالمانه توصیف کردند. در مقابل، دولت‌های اروپایی، مقامات و نمایندگان پارلمان اروپا امروز از توافق اولیه در مورد پیمان جدید اتحادیه در مورد پناهندگی و مهاجرت به عنوان توافقی تاریخی یاد کرده و از آن استقبال کردند. دادگاهی در ایتالیا روز سه‌شنبه یک زن و مرد پاکستانی را به جرم قتل دخترشان که حاضر به ازدواج با فرد مورد نظر آنها نشده بود به حبس ابد محکوم کرد. سمن عباس، زن جوان 18 ساله، در شهری در نزدیکی بولونیا در ایتالیا زندگی می‌کرد و در ماه می سال 2021، حدود یک سال بعد از نپذیرفتن درخواست خانواده‌اش برای ازدواج با یکی از اقوامشان در پاکستان، ناپدید شد. جسد او بیش از یک سال بعد در ماه نوامبر سال 2022 در یک خانه روستایی متروکه در نزدیکی زمین‌هایی که پدرش در آن کار می‌کرد در شمال ایتالیا کشف شد. دادگاهی در ایتالیا گفته است که والدین این زن جوان دستور قتل او را صادر کردند و عمویش او را به قتل رساند. عموی سمن عباس به حکم دادگاه به 14 سال زندان محکوم شد. سمن عباس از بدرفتاری والدینش در سال 2020 شکایت کرده بود و نیروهای امداد اجتماعی ایتالیا به او پناه داده بودند. اما او در اپریل سال 2021 به دیدار خانواده‌اش رفت تا گذرنامه خود را بگیرد و زندگی جدیدی آغاز کند که توسط اعضای خانواده‌اش به قتل رسید. برندگان عجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.